با سلام برنامه به خانه برمیگردیم رو با شما آغاز میکنم نامی که هرگز از یاد و خاطر ایرانیان نخواهد رفت هنرمندی که علا رقم عمر کوتاهش ستاره درخشان در آسمان هنر ایران است ازدواج زود و بچه دار شدنش سختگیری های همسرش برای خواندن و چگونه راه یافتنش به دنیای خوانندگی رو در این قسمت خواهید شنید سلام اینجا کانال اینجای تهرانه چون میدونیم به قصه های تاریخی و جذاب تهران و ایران علاقه دارید و فرصت ندارید که منابع حقیقی رو دقیق بخونید بخش های جالب و حقایق رو خلاصه تقدیم شما میکنیم لطفا با زدن رو زنگوله پایین ویدیو و دنبال کردن ما همراهمون باشین هایده خواننده معروف ایرانی است که نامش حتی برای اونایی که علاقه به موسیقی ندارن هم آشناست بانویی که تنها 47 سال زندگی کرد و صداش همیشه در دفتر خاطرات مردم ایران ثبته او در فروردین 1321 تو خونه بزرگ و پر جمعیت در محله آبسردار به دنیا آمد نام اصلیش معصوم است و پدرش محمد باقر بیک دد بالا اصالتا تبریزی بود و مادرش زینب بلغاری اصالتا رشتی اینکه گفتیم خانواده هایده پر جمعیت بودن چون پدرش چهار تا زن داشت و با همه زن و بچه هاش توی خونه زندگی می کردن. مادر هایده چهارمین زن بود و کنار شوهرش و زنای دیگه با سیزده تا دختر بچه و پنج تا پسر زندگی می کردن. هایده و محستی با یه خواهر دیگرشون و یه برادر تنی از همین آخرین زن بودن اون روزا خانواده هایده با اینکه پدرش اهل موسیقی و ساز و آواز بود سختگیریهای خودشو داشت و چون وقتی از دنیا رفت هایده و ماستی کوچیک بودن سرپرستی و کفالتشون افتاد دست برادر بزرگ ناتنیشون حالا اسم اون داداش بزرگ چی بود؟ اکبر سالارپور اونم از اون مردای سختگیر که اجازه نمیداد خواهراش تکون بخورن اما هایده و ماستی زیر بار نمیرفتن حتی جالبه بدونین تو همون سن کم هایده با محستی دور از چشم برادرشون میرفتن جنگل های اطراف تهران و تمرین آواز میکردن کلاس دو نفره که استادش هایده بود و شاگردش محستی اینم بگیم که مادر این دو دختر هنرمند که بعدها شدن ستاره آواز خوش صدا بود و تو مجالس مولودی میخون هایده و محستی هم از بچگی مادر رو دیده بودن و این هنر با وجودشون عجین شده بود تا اینکه به رسم همون سالها که دخترها رو زود شوهر میدادن هایده رو در سیزده سالگی روونه خونه بخت کردن هایده چهارده سالش بود که اولین بچهش رو به دنیا آورد و مادرش در بچه داری خیلی کمکش میکرد اینم بگیم که او در کل صاحب سه فرزند به نامهای کامران، کیوان و نوشین شد هایده که از قبل ازدواجش تمرین خوندن میکرد همیشه آرزو داشت که خوانندگی و به صورت حرفه ادامه بده و اونچه از خاطراتش پیداست علاقه زیادی به دلکش داشته اما همسرش نوری جوون 21 ساله از افسران ارتش با درجه سربردی بود و به سیاق بیشتر ارتشیان اون موقع تعصبات شدید خانوادگی داشت اون به هیچ وجه خوش نداشت که همسرش با وجود داشتن استعداد هنری به آوازخانی رو بیاره و با همین تفکرش مانع کار هایده شد برای همینه که محستی زودتر از هایده تونست به طور حرفی وارد این عرصه بشه هایده پس از ازدواج در کوی افسران منطقه امیرآباد زندگی میکرد و البته بعد از مدتی مادر و خواهران و برادران هایده هم در این منطقه سکونت کردند با وجود مخالفت های شدید خانواده هایده و به همراه او محستی تسلیم سخت گیری ها نشدن و تلاش کردند که با این ممنوعیت ها مبارزه کنند گرچه دلیل طلاق اول هایده رو کسی به طور واضح بیان نکرده اما شاید همین اختلاف نظرشون در مورد خوانندگی باعث این جدایی شد حتی یه بار هایده تصمیم گرفت که به طور ناشناس در رادیو بخونه که به محض شنیدن صداش شوهرش دستور میده که دیگه صدای زنشو پخش نکنن تا اینکه بعد از طلاقشون هایده با خیال راحت به سمت علاقش میره بعد دست سرنوشت هایده رو با فردی به نام سرهنگ لادبون که با دخترخاله محمد رضا شاه یعنی خانم مهری رفت آمد خانوادگی داشت آشنا کرد. همین امر باعث راه پیدا کردن هایده و محستی به برخی مهمونی های دربار شد. فعالیت جدی هنری هایده از زمانی شروع شد که توی مهمونی در سال 1347 ابتدا با مجید نجاهی و رهی معیری آشنا شد. به خاطر این ارتباط با استاد علی تجویدی، ملودی ساز و نوازنده برجسته ویولون ارتباط پیدا کرد. البته هایده در گفتگویی که با رادیو صدای آلمان داشت، ابراز کرد که علاوه بر تجویدی، مدتی نیز از دانش موسیقی هنرمندان دیگری چون احمد عبادی، فرهنگ شریف و حتی فریدون ناصری بهره برده اما به هر حال خود هایده و دیگرانی که در جریان کارهای او بودند متفق هستند که استاد و معرف اصلی او به جامعه هنری ایران علی تجویدی بود تجویدی در اون زمان مدتی بود که پس از پایان همکاری با همیرا به دنبال خواننده دیگری میگشت که بتونه مجری خوبی برای ساخته های تازش باشه با شنیدن صدای هایده، بسیار از صدای او خوشش اومد و تصمیم گرفت که مدتی به او آواز تعلیم بده. هایده کارش رو از رادیو آغاز کرد، هم سنتی کار میکرد و هم پاپ میخوند. بین مردم به شهرت بالایی رسیده بود، همه صداشو دوست داشتن و بارها برای کنسرتهای ملی، چه تهران که برنامه هایی که از طرف شهبانو بود و چه خارج از ایران برنامه اجرا می کرد. تا اینکه سال 57 چند ماه قبل از وقوع انقلاب تصمیمی می گرفت که مسیر زندگیش رو عوض کرد. با ما باشید تا ادامه زندگی پرفراز و نشیب و ازدواج های بعدی هایده رو بشنوین. آنچه شنیدید از مستند زندگی خانم هایده در شبکه بی بی سی و صحبت خودشان در جرایت بود اگر از این دست قصه ها لذت میبرین و براتون جذابه لطفا و حتما ما رو به دوستانتون پیشنهاد بدید و با, با ارسال لینک ویدیوها به شنیده شدن این قصه ها کمک کنید همچنین میتونید پیشنهادهای خودتون رو با ما تو قسمت کامنت در میون بذارید تا به قصه مورد علاقه شما بپردازیم. یادتون باشه که با زدن روی زنگوله و سابسکرایب کردن میتونید از بقیه قصه ها خبردار بشین